بله من اینو میخواستم بپرسم، بله آرمی که بچه ها پرسید خیلی جالب بود، تو خب سوال زیاد داشتن، خواستی زنگ میخوام ببینم که آیا منبع آماری براش هست یا نه، یا تو بر اساس تجربیات شخصی یه خودت چی دیدی. یکی از بچه ها پرسیده بود که توی درصد ایتئیستا مثلا، خب تا الان گفتن آقا این تعداد از بیولوژیستا مثلا ایتئیستن، یا این تعداد از فلاسفه مثلا این درصدشون ایتئیست هستن. سوال این بود که بین، حالا جنسیتی بود سوالش، تعداد ایتئیست های مرد بیشتر است یا زن؟ مرد بسیار بیشتر. بعد دلیلش چیه؟ دلیلش رو من نمیدونم. اگه بخوام حدس بزنیم، یکی از دلایلش ممکنه خانم‌ها بیشتر گرفتار احساساتن تا منطق. نه، یکی از دلایلش میتونه به خاطر مقدار شرمی که علیه زنها وجود داره، فشار جامعه‌ای که علیه زنها وجود داره بسیار بیشتر از علیه مردان. یکی نیازه بشه، یعنی مقداری که وقتی از کجا میاد باشن؟ از جامعه، یعنی جامعه فشار بسیار بالاتری روی زن میذاره وقتی که در مسیری که جامعه تعیین کرده یک زن حرکت نکنه. واکنش جامعه به یک زن بسیار بالاتر از یک مرد است. یکی از دلایلش میتونه این باشه. عواطف اینجا یه چیزی بگم، این حدس منه، این حدس منه، من هیچ آماری برای این وجود ندارم. نداره، آره نداره، منم ندیدم. ممکنه باشه، نمیگم نداره، نمیگم نیست، ممکنه باشه، منم ندیدم. من برای همین، چون این حدسه، اعتماد من به این عقیده خودم بسیار پایینه، یعنی من حاضرم نظرمو اینجوری عوض بکنم. خب من دارم فقط یه حدس میزنم، این تئوری نیست، این یه فرضیه است. آره هست، این بحث جامعه آماری اطراف خودمونم که نگاه میکنیم، حالا تو همین مثلا حساب بکنیم، تو همین جمهوری بی خدایان رو حساب مخاطبای خودمونم بخوایم نگاه کنیم، دقیقا همینطوری، تعداد مردها به ظاهر بیشتر است و کسانی که اصلا عملا تو این قضیه وارد میشن و فعالیت میکنن عملا. حالا میگم فقط دلیلشو من خودم نمیدونم چیه دلیلش واقعا. من اگه قرار شد بزنم حد سمینم، شما واکنش بی خدایانش، شما واکنش مثالی هم نگاه بکنین چه واکنش های مسلمان نشون میدن وقتی یک زن اسلامو ترک میکنه نسبت وقتی که به یک مرد اسلامو ترک وحشتناکه. من میگم فشار مثلا واکنش ها نسبت به خانم ها تو هر زمینه بیشتر هستن، همونی که خودت گفتی. یکی از دلایلی هم که واکنشش بیشتر بوده هست اینه که بسیاری از مردم خودشون صاحب زن رو میبینن. شما وقتی یک مردی یک قبیله رو ترک میکنه میگن خب این رفت، ولی وقتی یک زن یک قبیله رو ترک میکنه میگن این از ما گرفتن، یعنی مال ما بود. خب یعنی یه جوری به شکل یک دزدی بهش نگاه میشه. خب دقیقا همینطوریه.